خودروی که گفته می شود در احواز بر اثر گرمای زیاد آتش گرفت. گرمای هوا در خوزستان رکورد 70 ساله را شکست. توکیو اما رکورد گرمای 150 سال اخیر را شکسته است. مناطق زیادی در نیم کره شمالی گرفتار موج گرمای شدید شدند. همه اینها در نتیجه تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش زمین که عامل اصلی آن افزایش گازهای گلخانه‌ای است. و چشم امید مردم جهان به توافق نامه پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای. اما در آمریکا که دومین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای بعد از چین است، اتفاقی رخ داده که امیدها را به یأس تبدیل کرده. دیوان عالی آمریکا اختیارات دولت فدرال این کشور را در کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای محدود کرده. اداره حفاظت از محیط زیست دولت جو بایدن مقررات جدیدی را برای کنترل نیروگاه‌های زغال سنگی و گازی تنظیم می‌کرد که فراگیرتر از قانون پیشین موسوم به هوای پاکیزه است. با این مقررات جدید قرار بود انتشار گازهای آلاینده این نیروگاه ها تا سال 2035 یعنی 13 سال دیگر به صفر برسد. اما رأی دادگاه عالی آمریکا دست اداره محیط دولت فدرال را از کنترل مصرف سوختهای فسیلی در ایالتهای مختلف آمریکا کوتاه کرده استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل این رأی دیوان عالی آمریکا را عقبگرد در مبارزه با تغییرات اقلیمی خواند مبارزه که به گفته آقای دوجاریک جهان پیشتر هم از برنامه تعیین شده عقب بود سخنگوی سازمان ملل میگوید اما این به معنی پایان مبارزه نیست ما باید به یاد داشته باشیم که یک وضعیت اضطراری جهانی مثل تغییرات اقلیمی که در طبیعت پیش آمده مستلزم واکنش جهانی است و واکنش یک کشور نباید و نمیتواند تأثیری بر رسیدن به اهداف محیط زیستی ما بگذارد. دبیر کل سازمان ملل هم گفته که هنوز زمان برای جلوگیری از بدترین تأثیرات تغییرات اقلیمی وجود دارد. البته اگر تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهای گروه بیست و شهرها، مناطق مختلف، شرکتها سرمایه گذاران و افراد با یکدیگر صدایشان را برای اقدامات بیپروای محیط زیستی بلند کنند. شش عضو محافظه کار دیوان عالی آمریکا رأی موافق و سه عضو دیگر رأی مخالف به این تصمیم دادند. تصمیمی که فقط برای فعالان محیط زیست آمریکا مهم نیست بلکه بر تمام جهان تصمیم می گذارد. احتمالا صاحبان معادن زغالسنگ در بعضی از ایالتهای آمریکا از این تصمیم خوشنود هستند. خوشحالی که مثل سوراخ کردن کشتی است که همه مردم جهان سوار آن هستند قاضی های محافظه کار آمریکا میگویند مقرراتی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای دارد باید در مجلس قانونگذاری تصمیم گیری شوند اما بعضی از کارشناسان هم میگویند این حکم یک بار دیگر نشان میدهد که جناح محافظه کار برای پیشبرد اهداف خود از اختیارات قوه قضایی برابر دولت دموکرات استفاده میکند جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم در بیانیه‌ای به این حکم واکنش نشان داده و گفته نمی توان منکر خطرات تغییرات اقلیمی بر نسل بشر و بهداشت عمومی شد و دولتش با استفاده از سایر اختیارات قانونی به مبارزه با تغییرات اقلیمی ادامه میدهد. فارغ از این جنگ قدرت دو جناح محافظه کار و میانه رو در آمریکا جهان نگران از تصمیم های این چنینی در کشوری است که یکی از بزرگترین تولید کننده های گازهای ای در جهان است. هرچند دولت دونالد ترامپ هم با خروج از توافقنامه پاریس نشان داد چندان نمیتوان به تعهدات بین المللی آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی امیدوار بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.